اصلی نمیذاریم بکشن اینجا. همون هست که خوشم به تو دیوار. با سلام و درود به بینندگان تلویزیون کانال جدید. من شمیلا منفرد و همراه همکارم جمیل فرزان برنامه نب ادامه این هفته رو تقدیم حضورتون میکنیم. همزمان با روز جهانی مبارزه علیه اعدام 10 اکتبر، گزارش‌های منابع حقوق بشری نشون میده که در بازه زمانی 10 اکتبر 2023 تا 10 اکتبر 2024 حداقل 811 نفر در نقاط مختلف ایران اعدام شدند که 4 تن اونها رو در ملأ عام به دار آویختند و در این تاریخ 189 نفر هم به اعدام محکوم شدند و بنابر گزارشات موجود از تاریخ 9 مهر تا 19 مهر ماه سال جاری دست کم 43 زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند، یعنی 6 نفر در روز، به عبارتی هر 4-5 ساعت یک نفر توسط جانیان جمهوری اسلامی با برنامه ریزی قبلی به قتل رسیدن و جان خودشون رو از دست دادن و همچنین ابراز خوشحالی برای لغو حکم اعدام برای شریفه محمدی که به یمن کمپین‌ها و اعتراضات نهادها و اتحادیه‌های کارگری و مبارزین علیه اعدام در داخل و سراسر جهان انجام گردید و نیز تجمعاتی که به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام به فراخوان شبکه جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و حمایت کمیته بین‌المللی علیه اعدام در بیشتر از 10 شهر در سراسر جهان صورت گرفت. با این مضمون که ما به شجاعت و مقاومت شما در مقابل ظلم و استبداد رژیم جمهوری اسلامی افتخار می‌کنیم. شما که 37 هفته است در زندان‌های مختلف کشور با جسارت و استواری به اعتصاب و اعتراض علیه اعدام‌ها پرداخته اید. در تاریخ مبارزات علیه اعدام نه تنها در ایران بلکه در جهان بی‌نظیرید. شما زندان‌ها را به سنگری استوار علیه اعدام و رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی تبدیل کردید. ما در استکهلم و ده‌ها شهر گرد هم آمدیم تا صدای شما باشیم، صدایی که باید به گوش جهانیان برسد. اعتراض شما به اعدام دفاع از حق بنیادی حیاته و ایستادگی شما در برابر این ابزار سرکوب نشون میده که نمیتوان با ترس و وحشت اراده مردم برای آزادی رو در هم شکست. از آغاز حکومت جمهوری اسلامی اعدام همواره ابزاری برای سرکوب و مرعوب ساختن مردم بوده است. اما شما با اعتراض‌ها و اعتصاب‌های خود نشون دادید که این سلاح کشتار و ترور نمیتونه اراده مشترک ما برای تغییر و رهایی رو متزلزل کنه. مبارزه شما علیه اعدام بخشی از مبارزه بزرگتر مردم ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامیه. این ایستادگی شما نشان از آن داره که همه ما اعضای یک پیکر واحدیم که برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه می کنیم. شما تنها نیستید. ما در کنار شما تا رسیدن به سرنگونی این رژیم و لغو تمام احکام اعدام همچنان ایستادگی خواهیم کرد. ما در بخش اول برنامه همراه خواهیم بود با حسن صالحی، سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام در رابطه با روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام. و در بخش دوم برنامه دعوت کردیم از مصطفی صابر، از اعضای هیئت هماهنگی کارزار جهانی نب اعدام در مورد عملکرد کارزار جهانی 24 ساعته آنلاین و مبارزه علیه اعدام ها. بینندگان گرامی، با هم مرور می‌کنیم راه‌های ارتباطی با برنامه نب اعدام را. همراه ما باشید. سلام میکنم به شما حسن صالحی و خوش آمدید به این برنامه. منم خدمت شما سلام دارم، بسیار ممنونم. روز جهانی علیه اعدام 10 اکتبر امسال چه ویژگی ها و تفاوت هایی با 10 اکتبر سالهای گذشته داشت؟
ببینید، 10 اکتبر امسال روز جهانی علیه اعدام، 2 سال بعد از انقلاب زن زندگی آزادی برگزار می شود. انقلابی که یا جنبش انقلابی که یکی از شعارهای محوری زندگی بود و یک معنای سلبی زندگی اینه که مجازات اعدام نباشه. ما در مقابل اعدام و کشتار آدم ها از زندگی دفاع می کنیم و اعدام در خود این جنبش انقلابی زن زندگی آزادی رد شد و کنار گذاشته شد با شعار زندگی. و جامعه در شرایط این برگزار شد که جامعه به شدت ملتهب جمهوری اسلامی در شرایط به سر میبره که خب اعدام ها وسیع و گسترده است، ولی در همون سطح هم باید بگیم که جنبش اعدام علیه اعدام قدم های بزرگی رو به جلو برداشته، اومده جلو، گفتمان علیه اعدام هرچی بیشتر اجتماعی شده، این جنبش هرچی بیشتر اجتماعی شده که بروزات خودش رو ما در اعتصابات در شهرهای کردستان، سمیروم، جای دیگه ما میبینیم در مخالفت با اعدام. و همینطور اینکه بالاخره الان مثلا اتحادهای بزرگتری از مخالفین اعدام شکل گرفته که خب فرص و نیروی بیشتری به این جنبش میده. و در این حال موضوع اعدام ها فقط به اعدام های زندانیان سیاسی یا معترضین محدود نبوده. مدتی پیش 86 نهاد ایرانی و بین المللی مثلا بحث اینه کردن که بالاخره همه اعدام ها و من جمله اعدام های مربوط به مواد مخدر یا متهمینی که متهم شدن به مواد مخدر، منتسب به مواد مخدر، اونا هم شاملش میشه. و تلاش های زیادی صورت گرفته و یک ویژگی اعدام به اصطلاح روز جهانی علیه اعدام این بود که جنبش علیه اعدام با روز اعتصابی که اعتصاب قضایی که سه شنبه ها هر هفته زندانیان در 22 زندان الان دارن انجام میدن و 37مین هفتهش رو پشت سر گذاشتیم، داریم وارد 38مینش میشیم، یک جای دیگه اومد و با فعالیت هایی که شد که به هر حال یک فوکوس معینی بشه سر این سه‌شنبه های نه به اعدام و در روز جهانی علیه اعدام در خارج کشور، داخل کشور، که از اینها، از این جنبش اعتراضی در زندان ها حمایت بشه و جهانی بشه، به نظر من ما رو به جای دیگه برد، جایی که الان میتونیم با اتکا با دستاوردهایی که به دست آوردیم کارهای بزرگتری علیه اعدام انجام بدیم و به هر حال ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی رو متوقف کنیم. برای بینندگان برنامه ما از همبستگی و همپیوستگی اعتراضات و اعتصابات داخل زندان‌ها و خیابان‌ها و میادین شهرها و کشورهای غربی و فضای مجازی در مدت 24 ساعت آنلاین کمی توضیح بفرمایید. بله، ببینید این ماجرای لایو 24 ساعته که از جانب مبتکرش به هر حال سازمان مبشر ایران و کارزار جهانی نه به اعدام در ایران بود، یه اقدامی بود که روز 8 اکتبر و 9 اکتبر، 8 اکتبر از ساعت 2:12 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی تا 9 اکتبر روز چهارشنبه 12 ساعت 12 به وقت اروپای ظهر به وقت اروپای مرکزی به مدت 24 ساعت انجام گرفت و طیف وسیعی از کنشگران، شخصیت‌ها و سازمان‌ها، نهادهایی که مخالف اعدام هستند، اومدن در این برنامه شرکت داشتن، بخشای از برنامه لایو رو به عهده گرفتن. در مورد اعدام و مخالفت با اعدام، دلایل مخالفت با اعدام علل عموم صحبت شد و ما تصمیم بر این بود که یک توجه فوکوس ویژه‌ای بکنیم در حمایت از جنبش سه‌شنبه های نه به اعدام، که این کار البته صورت گرفت و به نظر من کار بسیار بزرگ و موفقیت‌آمیزی بود به نظر من. و
گفتمان سازی عظیمی صورت گرفت. به نظر من از زوایای مختلف علیه اعدام صحبت شد و همزمان با اون در این گفتگوی 24 ساعته لایف که میگم نادهای مختلفی اصلا مشارکت فعال داشتن، رو من نمیخوام اسامی رو بگم، لیست بلند بالایی هست و میدونم شما در مورد این مسئله با دوستان دیگه مصاحبه خواهید کرد، ولی همزمان با اون خب در شهرها و کشورهای مختلف دنیا هم اعتراضاتی برگزار شد. در ایران هم به نظر من خب بیانیه‌های مختلفی صادر شد در اعتراضات جاری که بازنشستگان داشتن، مثلا اعدام ها مورد توجه قرار گرفت، حتی در سطح بین‌المللی نشست‌هایی انجام گرفت، کمپین برای آزادی کارگران زندانی و شهلا دانشور کاظم نیکا هم مسئولین این کمپین دیدارهایی داشتن در ایتالیا با اتحادیه‌های کارگری سر محکومین به اعدام شریفه محمدی که اخیرا به دلیل همه اعتراضات حکم اعدامش نقض شد در شورای دیوان عالی کشور. و اعتراضات حداقل فکر می‌کنم 14 15 تا شهر حداقل اعتراضاتی سازمان داده شد از نیروهای مخالف اعدام و که با شور بود و همگی پیمان بسته شد در این اعتراضات که به هر حال می‌ایستیم تا پایان همه احکام اعدام و لغو همه احکام اعدام به سرنگونی جمهوری اسلامی و پیام‌های پرشوری به خطاب به زندانیانی که در حال اعتصاب هستن سه شنبه هر هفته دست به اعتصاب میزنن ارسال شد که شما تنها نیستید، ما صدای شما هستیم و این صداها رو منعکس میکنیم. و میخوام بگم که ده اکتبر، حالا بعضیاش اتفاقات در 8 اکتبر صورت گیره، بعضیا 10 اکتبر و بعضیا 12 اکتبر، در فاصله یک هفته اعتراضات متعدد در خارج کشور برگزار شد و برای این لایف که خیلی به نظر من مورد توجه قرار گرفت و بسیار بسیار ممنونیم تلویزیون کانال جدید 24 ساعت بخشای عمده ای از این لایف رو پخش کرد که بسیار از شما و کارکنان تلویزیون کانال جدید تشکر ویژه داریم. و با توجه به گسترده شدن هرچه بیشتر جنبش علیه اعدام، آیا جمهوری اسلامی رو میشه مجبور به اجرا نکردن احکام اعدام کرد؟ بله، من خیلی عمیقا به این اعتقاد دارم. ببینید، در اثر همین اعتراضات بود که ما موفق شدیم که مثلا سنگسار رو عملا ملغا بکنیم. الان سنگسار در قوانین جمهوری اسلامی هست، وجود داره، ولی سنگسار عملا صورت نمیگیره به خاطر اعتراضاتی که شد و ما و کمیته بین‌المللی علیه اعدام و علیه سنگسار نقش عمده ای داشت و خیلی ها مشارکت داشت و فعالیت داشت. خب شما براتون قابل تصور شاید نمی بود که یه روز زنا حجاب رو بردارن و عملا تحمیل بکنن بی حجابی رو به جمهوری اسلامی، ولی الان خب بخش قابل توجهی از جمعیت زنان بی حجاب رفت میان تو خیابونا و به چالش میگیرن و یه سنگری رو فتح کردن. اعدام البته فرق میکنه با اینها با حجاب، ولی به هر حال خب اگر ما تلاشمون رو بکنیم این جنبش همگانی تر بشه، بیشتر گسترده بشه و گفتمان عمومی تر بشه، حساسیت نسبت به هر اعدامی به نظر من بیشتر بشه، به نظر من این امکان وجود داره که ما عملا کاری بکنیم که جمهوری اسلامی علی‌رغم اینکه قانون اعدامش داره ولی اعدام صورت نگیره. در کشورهایی از دنیا همین اتفاق افتاده، قانونا قانون اعدام وجود داره ولی خب تعداد کمی اعدام میکنن یا عملا اعدام نمیکنن. امروز من میخوام به موقعیت جهانی جمهوری اسلامی اشاره داشته باشم. ببین، جمهوری اسلامی داره جنگ افروزی میکنه و با مخالفت جهانی روبرو هستش و یکی از عوامل اصلی بحران در منطقه خاورمیانه به هر حال جمهوری اسلامی، یه پای اصلیش که نیروهای نیابتی حماس و حزب الله و حوثی‌ها دارن، به هر حال نیروهای نیابتی و توریستی جمهوری اسلامی هستن. خود جمهوری اسلامی الان
با انزجار عمومی هست. حتی دولت‌های غربی الان یکی پس از دیگری به صرافتی افتادن که بیشتر تحت فشار بذارن. فرض کنین نخست وزیر یک ایالت در آلمان گفته کنسولگری های جمهوری اسلامی رو ببندید، نخست وزیر سوئد گفته که ازن سپاه پاسداران باید در لیست نیروهای تروریستی قرار بگیره و اینو میبرن تو شورای وزیران اتحادیه اروپا در مورد صحبت میکنن. یعنی میخوام بگم یعنی شیب مبارزه به نفع ماست و ما میتونیم فشار بیاریم که اضافه بکنیم به دلیل ناامنی که جمهوری اسلامی در منطقه به وجود آورده و به دلیل اعدام های بیشماری که این جمهوری اسلامی در طول حیات کرده و الان هم داره میکنه. در آستانه 10 اکتبر هم خیلی وقیحانه و بیشرمانه اعدام ها رو انجام داد. بگیم الان وقتش رسیده که اعمال فشار بیشتری بشه روی جمهوری اسلامی، سفارتخونهاش بسته بشن، روابط دیپلماتیک باش قطع بشه و سپاه در لیست نیروهای تروریستی قرار بگیری. خب این اگر اتفاق بیفته ما با اعتراضاتی که در داخل کشور داریم به نظر ما میتونیم آچمز بکنیم، تحت فشار بذاریم از جمهوری اسلامی رو و موفقیت های بیشتری برای لغو همه احکام اعدام در ایران به دست بیاریم. تشکر میکنم برای حضورتون در این برنامه. سپاسگزارم. و در ادامه برنامه همراه هستیم با مصطفی صابر از اعضای هیئت هماهنگی کارزار جهانی نه به اعدام. درود بر شما و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام و خیلی ممنون که منو دارید. مصطفی صابر، بفرمایید که شما و کارزار جهانی نه به اعدام چطور شد که کارزار 24 ساعته آنلاین نه به اعدام رو در دستور کار خود قرار دادید و اجرایی کردید؟ خب این کارزار 24 ساعته جهانی در واقع در حمایت از سه‌شنبه های نه به اعدام در ایران بود که کاری که زندانیان از بهمن ماه شروع کردن و الان بیشتر از 22 یا آخرین بارش 22 تا زندان دارن هر سه‌شنبه که جمهوری اسلامی دست به اعدام میزنه اونا دست به اعتصاب و اعتراض میزنن و خب خیلی وسیع بوده و خیلی حمایت زیاد جلب کرده و کارزار جهانی نه به اعدام از همون ابتدا این حرکت رو حمایت کرده. بعضی شهرهای کارزار مثل فعالین کارزار در مثلا واشنگتن یا در فرانکفورت اصلا هر هفته سه‌شنبه ها همراه زندانیان تظاهرات داشتن به طور منظم و مرتب و از 1-2 ماه پیش توی جلسه هیئت هماهنگی کارزار این بحث مطرح کردیم که باید حمایت فعالتری بکنیم. اینقدر فعال حمایت که میکنیم هنوز کافی نیست، این حرکت خیلی عظیم و بزرگ هست و باید حمایت جدیتری بکنیم. این صحبتش بود تا این مدت 1.5-2 ماه پیش هست، این حدودا بود. حدوده 1 ماه پیش باز دوباره توی جلسه علنی کارزار یک شنبه ها هر دو هفته بار جلسه علنی داره و تو اونجا مطرح کردیم که باید فعالتر، جدیتر، باید همه ایرانی ها رو بیاریم پایین که از این سه شنبه های نه به اعدام حمایت بکنن. اونجا شعله پاکروان بود پیشنهاد کرد که 8 اکتبر که نزدیک به روز جهانی نه به اعدام هست، روز جهانی علیه مجازات مرگ هست، اون رو انتخاب کنیم و آقای امیر مقدم از سازمان حقوق بشر ایران اونجا بودن. ایشون هم مطرح کردن که ما یک تجربه لایو گسترده داریم و بیایم یعنی آنلاین و اینو بیاریم 24 ساعته بکنیم از 12 یعنی 24 ساعت از مثلا ظهر اروپا شروع کنیم تا ظهر روز بعد و این ایده اونجا مطرح شد و بعد سازمان حقوق بشر ایران این مسئله رو مطرح کرد، پیشنهاد کرد که با کارزار 2 نفری ما این دو تا سازمان فعالیت‌های این یعنی سازمان بدیم این 24 ساعته رو که ما هم استقبال کردیم و همینطور سازمان‌ها و گروه‌های زیادی رو دعوت کردیم که بیان همکاری بکنن. همطور سازمان حقوق بشر ایران یه سری گروه ها و سازمان ها و شخصیت ها اینا رو دعوت کرد که بیان همکاری بکنن. همه اینا با روی باز اومدن و همکاری کردن
اسامیشون رو بخوام بگم خیلی طولانی میشه، ولی برای مثال کمیته اهل اعدام جز اینها بود، گروه اوت ایران، بنیاد مهسا، شبکه نیکا، چه میدونم فریدم ناو، خیلی ها خیلی ها، گروه های مختلف، شبکه زندانیان، شبکه جهانی آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران، اینا همه اومدن و دست به دست هم دادیم و این لایو 24 ساعته رو که درست کردیم. اینجا هم از کانال جدید به خصوص میخوام تشکر کنم، چون با کانال جدید صحبت میکنم، یعنی کانال جدید سنگ تمام گذاشت، این برنامه رو پخش کرد تماما روی ایران و یک آرشیو خیلی خوبی درست کرده که الان همه میتونن به اون آرشیو رجوع بکنن. کمی هم در رابطه با دستاوردهای این جلسات آنلاین 24 ساعته برای بینندگان ما توضیح بدید و آیا انتظارات شما برآورده شد؟ باید بگم خارج حتی فراتر از انتظارات ما رفت، برای اینکه شما دقت کنید از گزارشگر ویژه سازمان ملل، چه قبلیش جاوید رحمان، چه جدید این خانومی که اسمش هم سخت من بعضم تو اسم بده، تا نرگس محمدی از تو زندان، تا شخصیت های متعدد ایرانی که حالا اسم هر کنون بیارم اون یکی ممکنه خوشش نیاد که اسم اون جا افتاده، واقعا تعداد خیلی زیاد. یعنی شما حالا ننشستیم دقیقا جمع و تفریق بزنیم ببینید چند نفر، ولی بالای 100 نفر از سرشناسترین شخصیت های سیاسی علیه اعدام ایرانی اومده بود، به علاوه بسیاری از شخصیت های بین المللی، به خصوص سازمان حقوق بشر روابط خوبی با اینا داره، اینا رو دعوت کرده بود اومده بودن، به علاوه یک سری از سیاستمدارا، شخصیت های سرشناسی، مثلا فرض کنید استرالیایی، آلمانی، ایتالیایی، نمیدونم تایوان، یعنی اصلا خیلی جالب بود. من خودم اون تو اون اختتامیه که داشتیم تمام میکردیم بعد 24 ساعت، بعد از اون همه خستگی ها و فلان، این واقعا احساساتی شده بودم و فکر کردم که کار بزرگی انجام گرفته در حمایت از این سه شنبه های نوه اعدام در ایران. امیدوارم که این به گوش زندانیانه که این اعتصابات سه شنبه ها رو میکنن برسه و به مبارزه اونا کمک کنه و تقویت بکنه. فکر میکنم این هم صورت گرفته باشه، برای اینکه خیلی وسیع بود این لایو 24 ساعت. با توجه به این دستاوردهایی که الان فرمودید و فعالیت‌های آنلاین علیه اعدام، چشم‌انداز آینده و فعالیت‌هایی که در نظر دارید به چه شکلیه؟ به قول انگلیسی good question. خب خیلی ایده ها مطرح هست. یک ایده ای که الان مطرح هست و مینا احدی روش تاکید گذاشته و منم باش موافقم، اینه که بریم پای این که دنیا رو فرا بخونیم که برای توقف اعدام ها در ایران یک کار جدی و اساسی صورت بگیره. برای مثال فرض کنید همه سفارت ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی رو ببندن، سفیر ها رو فرا بخونن، یه همچه اقداماتی در دستور قرار بگیره. یکی اینه، یکی این ایده است که باید روش کار کنیم و روش چیز بکنیم. یک ایده دیگه هم این هست که گروه ها و سازمان ها و نهادهای بین المللی هر چه وسیع‌تری رو به میدون بیاریم تو این عرصه و یک اجماع جهانی ایجاد بکنیم که علیه اعدام ها در ایران باشه و این اعدام ها رو متوقف کنیم. یک ایده دیگه هم این هست که فوکوس بکنیم سر دادگاه های انقلاب به عنوان ارگان های سرکوب و جنایت و کشتار. اینا هیچ ربطی به قضا و قوه قضاییه با هیچ معیار جهانی نداره و جهان رو باید متوجه کنیم که اینا یک دستگاه های آدم کشی رسمی جمهوری اسلامی هستن. کلی از این اعدام ها داره در همین دادگاه انقلاب صورت میگیره، اعدام های مواد مخدر به خصوص مربوط به مواد مخدر، و یکی هم این هست. به هر حال قدم های بعدی داریم روش فکر میکنیم، کار میکنیم. همین جلسه یک شنبه 20
اکتبر که جلسه علنی کارزار هست، اتفاقا یک موضوع بحث ما همین هست که قدم های بعدیمون چی باشه در حمایت از این سه‌شنبه های نه به اعدام، چی کار بکنیم باز هم بیشتر، و این رو اونجا بحث خواهیم کرد. از همین تریبون هم استفاده میکنم، شنوندگانی که این رو میشنوند میتونن این جلسات رو در یوتیوب همزمان پخش میشه، جلسات کاردار علنی هست، دنبال بکنن. اگرم میخوان خودشون تو این جلسات شرکت کنن با کارزار تماس بگیرن، ما خیلی خوشحال میشیم. یک شنبه چه ساعتی؟ یک شنبه های یه هفته در میون، الان 20 اکتبر و این یک شنبه 20 اکتبر ساعت 7 تا 9 شب به وقت اروپا است جلسات علمی کارز. ممنون که ما رو دعوت ما رو پذیرفتید و وقتتون رو در اختیار برنامه مون گذاشتید. خیلی متشکرم که منو داشتید. موفق باشید. بینندگان محترم برنامه نب اعدام، ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. ما برنامه این هفته رو با من شمیلا منفرد و همراه همکارم جمیل فرزان تقدیمتون کردیم. شما هم میتونید کلیپ های مربوط به برنامه رو برای ما توسط راه های ارتباطی که روی صفحه گیرنده هاتون مشاهده میکنید ارسال کنید. روز و هفته خوشی رو براتون آرزو میکنم. تا برنامه بعد، بدرود. خودم بازی اون تام دارم، ولی کسی نمیذاریم بکشن اینجا. همه اون هستی خوشم به تو بیرون.